سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. نماینده آیت الله خامنه ای در مؤسسه کیهان در سرمقاله این روزنامه از به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای وین ابراز خوشحالی کرده. آقای شریعت مداری از جمله منتقدان دیرپای مذاکرات هسته‌ای است. روزنامه تحت سرپرستی او چه در زمان دولت خاتمی و چه در زمان دولت روحانی به مخالفت با مذاکرات پرداخته. مرور مواضع وی از آن جهت حائز اهمیت است که اگر این موضع‌گیری ها در کنار نقل قول های تکذیب نشده اصولگرایان از آیت الله خامنه ای درباره عدم رضایت از توافقنامه ژنو و مذاکرات هسته‌ای قرار داده شود، احتمالاً می توان تصویری اجمالی از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به این مذاکرات را به دست آورد. بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند روزنامه کیهان منعکس کننده نظریات بخش قدرتمندی از حاکمیت درباره مسائل مختلف است. همچنان که برخی عقیده دارند این روزنامه در مواردی نیز نقطه نظرهای رهبر جمهوری اسلامی را به شکل غیر رسمی بیان می کند. این مسئله نه تنها درباره برنامه هسته‌ای که درباره بسیاری از موارد دیگر هم صادق است. برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشری بازداشت شده بارها گفتند که حمله به آنها از روزنامه کیهان آغاز شده و مسائل مطرح شده در این روزنامه از جمله مفاد بازجویی های آنها بوده است. همچنان که تاکنون بارها برخی از بازداشت شدگان به حضور حسین شریعت مداری در زندان و به عنوان بازجو اشاره کردند. در دوران اصلاحات گزارش هایی منتشر شده از نقش آقای شریعت مداری در دوران اشراف علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات. نیروهای اصلاح طلب نیز بارها مدعی شدند که این روزنامه به دلیل نزدیکی با نهادهای امنیتی و مراکز قدرت در جمهوری اسلامی دسترسی به مدارک محرمانه‌ای دارد و از این مدارک برای حمله به مخالفان استفاده می کند. در پرونده هسته‌ای نیز وی از زمان آغاز مذاکرات بارها نتیجه آن را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته و دولت را متهم کرده که بیش از اینکه امتیاز بگیرد امتیاز داده و به صراحت نوشته این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. نماینده رهبری در کیهان حسن روحانی و محمد جواد ظریف را متهم کرده که درباره محرمانه بودن مفاد توافقنامه ژنو مرتکب اشتباه فاحش شدند. وی ضمن استقبال از به بن‌بست رسیدن مذاکرات بر این باور است که حتما نباید به یک توافق دست پیدا کرد، چرا که تنها توافق ارزشمند نیست. زمانی که شما به دلیل ایستادگی و پایداری بر ارزش‌ها تن به توافق نمی‌دهید، این خود یک ارزش است. اگر با توجه به عنوان حقوقی نمایندگی ولی فقیه دیدگاه های آقای شریعت مداری نگاه رهبری را نمایندگی کند، می توان گفت خوشحالی از شکست مذاکرات به این معناست که چشمانداز پرونده هسته‌ای تاریک تر از تصور ناظران سیاسی است.